خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد که 4 نفر از متهمان پرونده‌ای که بزرگترین اختلاس و فساد مالی تاریخ ایران به شمار می روند به اعدام محکوم شدند. من عیناً اول گزارش رو می خونم، بعد تفسیر خودم رو روش می ذارم. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز دوشنبه 9 مرداد در تهران اعلام کرده که پس از اتمام تایپ احکام صادره آرا به محکوم الی و وکلای آنها ابلاغ خواهد شد. او که دادستان کل ایران نیز هست گفت از مجموع 39 متهمی که به اتهامات آنها رسیدگی شده، قاضی محترم دادگاه 4 نفر را به اعدام، 2 نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را به تحمل حبس های 25 سال، 20 سال، 10 سال و پایین تر محکوم کرده. بر اساس اعلام آقای اژه‌ای، این افراد علاوه بر حبس به پرداخت جزای نقدی، شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شدند. او توضیح داده در خصوص پولشویی برای متهمان پرونده هم مجازات های پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت 1/4 از مبالغ پولشویی محکوم شدند و همچنین افرادی که کارمند دولت و در سمت مدیر کل، معاون وزیر و علاوه بر اون مدیر کل بانک، البته منظور نه معاون رئیس جمهور و معاون نمیدونم وزیر نبودن، سمت معاون وزیر یا مدیر کل داشتن که منظورشون رو بعدم خدمتون عرض میکنم. علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شدن. او گفت دستنویس این رأی، اینجا توجه کنید، دستنویس این رأی تا کنون به 700 صفحه رسیده و هر برگ آن که تایپ بشود به طور رسمی ابلاغ خواهد شد تا مردم در جریان قرار بگیرند. تو رو به خدا، همیهنان گرامی، شما توجه بکنید به سخنگوی قوه قضاییه که خودش یکی از جانیان درجه یک این رژیمه، آقای محسنی اژه‌ای. ایشون یه موقع وزیر اطلاعات بوده، رئیس دادگاه ملاها و آخوندها بوده، دادگاه روحانیه، و یکی از جانی ترین کسانی است که در این رژیم سابقه قتل عام داشته، هم در جریان سال 67 و هم در جریان قتل‌های زنجیره‌ای و بسیاری از فجایع دیگه. حالا ایشون در این مملکتی که خب معلومه ترقی باید چجوری باشه، چه آدمایی شامل ترقی میشن از جمله خود ایشون و سردار نقدی، سردار جعفری، سردار محسن رضایی، سردار رادان، سردار احمدی مقدم و بقیه جنایتکاران، ایشون شده دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه. یعنی 3 تا 4 تا شغل رو ایشون حمل میکنه با خودش. یه در آوردن تو دادگاه، دادگاه چندین ماه طول کشیده و ایشون میگه که 700 صفحه این رأی دادگاه هست که صفحه به صفحه که تایپ میشه، توجه کنید، صفحه به صفحه که این احکام تایپ میشه، ما اینا رو در اختیار متهمان میذاریم و برای آگاهی مردم. شما تصور بکنید مملکتی که قوه قضاییش دادستان کلش این است و سخنگوش این است، یه دادگاهی که 3.5 میلیارد دلار پول و مملکت رو حفظ میل کرده، میگه هر 1 صفحه تایپ که میشه، یعنی اینا فرض کنید مثلا 400 صفحه نه 1000 صفحه است دیگه، خب تایپیست میذارن 10 تا 15 تا، اینا میتونن در عرض مثلا فرض کنید نصف روز تمام احکام دادگاه رو تایپ کنن. یه نفر رو گذاشتن
صفحه به صفحه تایپ میکنه، بعد در اختیار متهمان مردم میذاره. حالا بگذاریم از این. اما عمیانان گرامی، به قول یه نفر از همین اهالی اراذل اوباش خودشون گفته که اینایی که توی دادگاه هستن اینا در حقیقت سپاه لشکرن، اینا کاری نیستن. حالا براتون میگم چرا. این آقای مهاورید خسروی که معلوم شده اصلا نه اعتبار بانکی داشته، از خارج اومده ایران با یه عده از این رؤسای ادارات، یعنی معاون رئیس جمهور، بیت محترم رهبری، رئیس روزخانه، آقازاده هایی که دورور مقام معظم روزخانه بزرگ هستن، دورور ملاها و روزخانه هستن، دم اینا رو دیده، فهمیده چجوری باید ترقی کنه. گفته شما خودتون مستقیم نمیتونین دزدی کنین، اجازه بدید بنده وارد میشم، میلیارد میلیارد از شما میگیرم، بعد زیر میزی رد میکنم به شما. اسم منم مطرحه، منم این شجاعت رو دارم که بگم آقا یه کارخونه درست کردم، بعد 10 تا شده، بعد شده 20 تا، بعد شده 30 تا. یعنی معلوم شده که این آقای خسروی اصلا نه اعتبار بانکی داشته، یه تاجری بوده، یه مقداری کمی پول داشته، بوده 500-600 هزار دلار ورداشته آورده ایران، بعدم با اینا گاو بسته، از شعبه نمیدونم آبادان بانک صادرات و بانک ملی و شعبه نمیدونم کیش رفته میلیاردها تومان پول گرفته، اعتبار گرفته، این اعتبارا رو در بازار خرجش کرده، بعد این پولا رو آورده حق حساب داده 10 برابر 20 برابر 100 برابر شروع کرده چاپیدن ثروتهای مردم ایران. اما سوال اینه، خب این کارخانجات متعددی که ایشون به وجود آورده، این اعتباراتی که گرفته، اینا رو چجوری گرفته؟ یعنی یه آدم معمولی مثل من مثلا، مثل شما، میتونیم بریم تو ایران بریم بگیم آقا به ما اعتبار بدید چند صد میلیون دلار در اختیار بنده یا شما بذارن بدون اینکه کوچکترین وثیقه بگیرن؟ ایشون خودش در دادگاه گفته من هیچ نوع وثیقه نداشتم و میلیاردها دلار ایشون پول گرفته. اینی که 3.5 میلیاردشو اعلام کردن، بعدن از بیمه هم سر در آورده، بقیه‌اش از جاهای دیگه هم در نخواستن یک بیاد. حالا براتون تو ضمن خبرها میگم. بنابراین حالا این دادگاه نامحترم نپرسیده که خب شماها دلقکایی که اومدید اینجا نشستید 3.5 میلیارد دلار پول مردم ایران رو هپلو کردین، نمیدونم چی کردین، همه رو خوردین، همه رو برای اقوام خودتون و فامیلای خودتون و کارخانه‌ها و مقامات محترم جمهوری جهل و جنون و نمیدونم بیت رهبری و همه خرج کردین. خب کی شماها رو اینقدر دستتون رو باز گذاشته که بدون مناقصه، بدون تشریفات بانکی و اداری میلیاردها دلار پول از این بانک ها ایران گرفتی؟ یه دفعه اولین بار که این گزارش آمد که مقام معظم روزخانه بزرگ گفت این مسئله رو کش ندین، من توی سایت تابناک نگاه میکردم این کامنت هایی رو که مردم عادی گذاشته بودن. یکی نوشته بود که آقایان تابناکی ها خجالت آور این چیزها رو مینویسین، شما هرگز به این بانک ها رفتید؟ من برای 50 میلیون تومان پولی که بتونم تعمیر اساسی بکنم، چون خونم آب میداد زمستون که بارون میومد، رفتم از این بانک پول بگیرم، خونم رو گره گذاشتم، قبالم رو گره گذاشتم، ده ها بار از من پرسیدن حقوق چقدره، فک فامیلات کی هستن، نمیدونم اینا، آخر سرم موافقت نکردن. چطوری اینا 3.5 میلیارد دلار پول گرفتن، هیچ اعتبارم نداشتن و هیچی هم وثیقه نذاشتن؟ خودتونو مسخره کردین؟ شما خیال میکنین در اون مملکتی که من شاهدم عده زیادی از دوستای خود من خونه هاشونو گرفتن، زمین هاشونو گرفتن، نمیدونم باغاشونو گرفتن، وقتی که میرن ایران میان اینجا میگن تو باید یه وکیل بگیری، اولا اختیار کامل بدی به وکیله، یک نصف درآمد باغ یا خونت یا زمینی که داری اگر به دست بیاری باید بدی به وکیل، تازه خرج دادگاه و خرج تمر و خرج نمیدونم
آدمایی که باید برن زمین و متراژ بکنن، اینا همه پای خودته. یعنی اگر شما خونتون، زمینتون یا باغتون فرض کنید مثلا 500 میلیون تومان بیارزه، آخر سر یه چیزی بوده 200 میلیون دستتون میاد. اگر بیاد سر 50 بقیه رو میخوره. حق حساب بعد بدین، بعد پول وکیل بدین، نصفشو بدین به وکیل، از این بازی ها. و این شده دکان برای یه عده زیادی. خب حالا در این شرایط آقای محمد رضا خاوری محترم رئیس بانک ملی ایران که در رفت اومد بیرون، یعنی در بردنش، بهش گفتن آقا تو برو، چون تو رو بگیرنت جند دفتر بیت رهبری و نمیدونم دفتر احمدی نژاد و بقیه همه رو میشه دیگه، تو برو. اون رفت. یکی دیگه هم که رئیس بانک صادرات بود، ایشون چون فامیل آقای جنتی بود، بنابراین ایشون هم بدون اینکه کوچکترین ناراحتی براش به وجود بیارن گشتنش کنار. احمدی نژاد هم یه دفعه گفت آقا چرا این اصلیه رو نمیگیرین که دستور داده این همه پول در اختیار اینا بذارن؟ حالا مردم موندن این وسط، این طرفی ها به احمدی نژاد، به رحیمی، به رحیم مشایی، 20 نفر از اقوام رحیم مشایی رو گرفتن، از جمله شوهر خواهرشو، و در زندانن. میگن اینا بودن، اینا شالاتان بازی و حقه بازی کردن. این طرفی ها میگن نخیر، احمدی نژاد و دار دستش میگن نخیر این ور بودن. نمونش هم آقای لاریجانی ها میگن دیدیم ما یه مورد شروع کردیم، زمینایی که آقای جواد لاریجانی خورده بود که بالای 324 هکتار زمین در اطراف ورامینه، این یه نمونش که ما رو کردیم. بنابراین کسی که از زمین نمیگذره از 3.5 میلیارد دلار میگذره، تمام اینا تو دستشون بوده، همشون تو این جنایات و تو این دزدی ها سهیم هستن. چرا اسم اینا رو نمیاری؟ یک نفر از اینا به دادگاه نیامده، فقط این سیاهی لشکر ها. حالا هم 4 نفر از اینا رو محکوم به اعدام کردن، اون مهافرید خسروی و نمیدونم 3-4 تا دیگه، اینا رو میکشن، پرونده تموم شده، تموم شده. همین الان یادتونه اون دفعه 1300 میلیارد تومان آقای برادر آقای رفیق دوست، محسن رفیق برادرش، و عده زیادی از رژیم بودن، این حسین خداداد رو ببخشید، برادر آقای حسین خداداد، آقای فاضل خداداد صدا کردن تهران، یه پرونده درست که این از نفر 40-30 آوردن اول اعدامش کردن، تموم شد، تموم شد. مملکت آقای امام زمانه. حالا نوشته که یه خبر دیگه است که آقای آرش بهمنی نوشته، خیلی جالبه، در روزنت نوشته در یک سال گذشته اصولگرایان بارها اطرافیان محمود احمدی نژاد را به دست داشتن در فسادهای مالی مختلف متهم کردند، گرچه کمتر پیش آمده که سند یا مدرکی در این زمینه منتشر بشه، چون دو طرف همدیگر رو لو میدن، اما سند و مدرک رو میذارن برای بعد، چون الان همه میدونن احمدی نژاد دورش که تموم بشه هم خودش هم دوروریاشو براشون دادگاه متعدد میذارن، به جرم اختلاس، به جرم خیانت، به جرم این چیزا میارنشون دادگاه. احمدی نژاد هم مقدار زیادی از این سندا رو که خودش گفته 120,000 سنده، یه مقدارشو داده خارج از کشور، یه مقدارش هم در داخل گذاشته اینا رو بعدن رو بکنه. اما اکنون یکی از نمایندگان مجلس میگوید که پس از پایان دولت دهم اسناد و مدارک مربوط به فساد مالی این افراد منتشر خواهد شد. یعنی 120,000 تا سند رو احمدی نژاد جمع آوری کرده، این وریام سند برای احمدی نژاد و دوروری ها چور کردن که بعد از اینکه دوره ریاست جمهوریش، چون این رژیم همین الان گرم حیثیت داره، نمیشه که همینطوری وردارن همدیگر متهم کنن. اینا مملکت آقا امام زمانه، اینا اعتبار جهانی دارن، تمامی انقلابات به خاطر آقای خامنه ای شده، حالا بعدا بهتون میگم که چی گفتن. خب در یه همچین مملکت آقا امام زمان آقای رئیس جمهور آبرو داره، اونم رئیس جمهوری که با رأی مقام معظم روزخان بزرگ و شورای نگهبان و ائمه محترم جمعه و اینا اومده، شکنجهگران اوین و نمیدونم جای دیگه، نیروی محترم انتظامی، اینا اعتبار دیگه، اینا نمیشه همطور که رئیس جمهورش گرفت. در همین حال سایت اصولگرای الف متعلق به احمد توکلی خبر از اون داده که محمود احمدی نژاد
نامه خطاب به صادق لاریجانی نوشته و از مطرح شدن نام محمد رضا رحیمی در دادگاه مربوطه به فساد مالی و شرکت بیمه انتقاد کرده. آقای ابوالفضل ابوترابی گفته تخلف در دستگاه‌های دولتی تبدیل به روال عادی شده و جریان انحرافی نزدیک به رئیس جمهوری با قبضه ارگان‌های اقتصادی مشغول بهره برداری غیرقانونی از آنها برای ماندگاری خود و هزینه کردن در تبلیغات انتخابات آینده است. خوشتون اومد؟ آقای ابوترابی که معاون مجلس شورای اسلامی نمون طویله هستن، معاون آقای سردار لاریجانی، ایشون گفته آقا این کارا روال عادی پیدا کرده. حق حساب دادن، حق حساب گرفتن، تمام دستگاه‌های اقتصادی مملکت رو زیر دست گرفتن، خرج کردن و بقیه‌اش هم گذاشتن در انتخابات آینده. احمدی نژاد چون وارد مقام معظم روزخانه بزرگ زیر پاش سسته، میگه من یک کاری میکنم نفر بعدی هم از خود ما باشه. برای همینه که مقام معظم روزخانه بزرگ فرمودن انتخابات باید از دست دولت گرفته بشه به یه شرکت‌های خصوصی یا نمیدونم ارگان‌های دیگه سپرده بشه. یعنی قانون اساسی که تا حالا رعایت نشده هیچی دیگه، این بندشم که دولت ناظر بر انتخابات از بین میره و وزارت کشور لابد اونم میرن دست شورای نگهبان آقای جنتی دیگه. حالا اما سایت الف با انتقاد از دستگاه قضایی در کوتاهی نسبت به برخورد با رحیمی نوشته است، برخی از وی به عنوان متهم کلیدی و سرنخ اصلی پرونده موسوم به خانه فاطمی نام بردن و از دستگاه قضایی درخواست کردند که وی را مانند هر شهروند ساده و دیگر متهمین پرونده بیمه به دادگاه احضار کنند. علارغم اینکه متهم بودن رحیمی توسط دادستان هم تایید شده، اما وی تا امروز در هیچ دادگاهی حاضر نشد. اتهام دست داشتن محمد رضا رحیمی در فعالیت‌های این جمع از زمانی خبرساز شد که الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس گفت محمد رضا رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می‌کرده و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدند و اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی. یک ماه پیش از آن 216 نفر اینجا رو گوش کن از نمایندگان مجلس اسلامی هم در نامه سرگشاده با اشاره به بازداشت اعضای یک باند فساد اقتصادی تأکید کرده بودند برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش موثری از اعضای بازداشت شده در این پرونده‌ها داشتند، موثرتری. این نامه پس از آن منتشر شد که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با خبر دادن از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یک از شرکت‌های دولتی گفته بود افراد این باند توانستند با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنها 6 میلیارد تومان است. آقای رئیس محترم قوه قضاییه که میگی فصل الخطاب ما مقام معظم رهبریه، رئیس روزخانه، آقای رئیس طویله مجلس که میگه اگه ما یه قانونم تصویب کنیم اگه مقام معظم رهبری اخم بکنن ما فوری اون قانون میذاریم کنار. آخه چه خبره تو این مملکت؟ چرا اینا رو میگیرین اعدام میکنین؟ اصلی ها چی شدن؟ آخه میشه مگه در یک مملکتی 4 نفر آدم معمولی بیان 3.5 میلیارد دلار پول بخورن بعد بگین همین 4 تا بودن یا مثلا 40 نفر بودن؟ برای این که بهتون بگم چقدر این دستگاه دروغگو هن، از اون رأسشون که مقام معظم روزخانه بزرگه تا اون پایین، یادتونه همین 4 روز پیش بود مقام محترم معظم روزخانه بزرگ گفت در زمان دولت گذشته یعنی خاتمی یه عده آمدن اینقدر حقارت در برابر غربی ها نشون دادن که 3 تا سانتریفوژ هم میخواستن بذارن کنار، ولی ما الان 11,000 تا سانتریفوژ داریم. و بعدم گفت اینقدر
در برابر غربی ها کرنش کردن که من خودم ورود کردم به این مسئله. یادتونه امروز آقای عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران گفته که غنی‌سازی و مقوله هسته‌ای از لحظه‌ای که کار خود را آغاز کرد که سبب مشکل ما با غرب شد تحت مدیریت مستقیم مقام رهبری بوده. همون روز من یادتون گفتم، گفتم آقا این آقا دروغ میگه، این آقای رئیس روزخانها دروغ میگه، از اول همه کار خودش بوده و این راه رو باز گذاشته، این رندی آخوندی رو که تا بگن کی بود کی بود بگه من نبودن اینا بودن، اگه موفقیت بود بگه من بودم. این تاکتیک آخونداست. حالا من این کار کردم، حالا آقای عبدالواحد لاری وزیر کشور خاتمی گفت نه خیلی اینطوری نیست. ببینیم مقام معظم روزخانه بزرگ کارش به کجا رسیده. هنوز 4 روز از حرفاش نگذشته یه نفر از این حجت الاسلام اومده گفته دروغ میگه. یعنی دروغ دیگه. آقای موسوی لاری دوشنبه 9 مرداد امروز یعنی 30 ژانویه ژوئیه در مصاحبه با خبرگزاری فارس اظهار داشت که در زمان آقای خاتمی کمیته‌ای در ارتباط با برنامه هسته‌ای تشکیل شده بود که حتی وی به عنوان وزیر کشور وقت در آن عضویت نداشته، اما این کمیته گزارشات جلسات خود را با آیت الله خامنه‌ای می‌داده و فرامین ایشون را اجرا می‌کرده. دیگه بهتر از این می‌خواید؟ ببینید یارو دروغ میگه، رهبر مملکت که دروغ میگه، خب این پایینی ها میخواد نگن. اما آقای سعیدی حجت الاسلام سعیدی نماینده محترم ولی فقیه محترم در سپاه اظهاراتی کرد که براتون میکنه، خیلی کمدیه. عمیانان گرامی، برادر ایشون اخویشون همون آقای سعیدیه که یادتونه اومد گفت نشسته بود چقدرم قیافه مظلوم به خودش گرفته بود، یه عده ابله هم مثل خودش نشسته بودن، گفت مقام معظم رهبری وقتی که متولد شدن ما خواهر ایشون تعریف کرده، خواهر ناتنی ایشون، بعدم برای اینکه خیلی مسئله رو جنایی کنه و خیلی حساسش کنه گفت ایشون زمانی که پدرشون مادر همسر اولش فوت کردن مادر مقام معظم رهبری رو باشون ازدواج کردن و از اون ازدواج اولشون پدر مقام معظم رهبری یک دختر داشتن که این دختر در زمانی که مادر مقام معظم رهبری میخواستن وضع هم بکنن مقام رهبری رو، ما بیرون گفتن به مردا، گفتن بیرون وایسین و زنا بیرون وایسن و ایشون توی اتاقی بود که مادر مقام معظم رهبری وضع هم میکردن، ناگهان بچه‌ای که متولد شد گفت یا علی. یعنی مقام معظم رهبری تا از مادر متولد شد گفت یا علی. حالا خوبه از اون نگفته مقام معظم رهبری، فقط گفته یا علی. حالا اخویه ایشون یعنی همین آقای حجت الاسلام سعیدی نماینده روزخانه بزرگ در سپاه پاسداران، ببینی چی گفت در نماز جمعه همین هفته. به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام و المسلمین، سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران ضمن بیان نکاتی درباره ظهور آقا امام زمان گفت شبیه ترین حکومت به حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه حکومت ولایت فقیه است که در ایران شکل گرفت. وی با اشاره به اینکه تقویت ولایت فقیه، گوش کنید اینا آقا امام زمان هم به بازی گرفتن، خب یه عده زیادی هستن از مسلمین از شیعیان اعتقاد قلبی دارن، اعتقاد مسلمان هم بدون اینکه اینا رو قبول داشته باشن اعتقاد به امام زمان دارن، اعتقاد به ائمه اطهار دارن، به 12 تا امام دارن، از این حرفا خیلی هستن. اینا این اعتقاداتشون همینطوری به دست نیاوردن، اما این رندایی که الان اومدن در قدرت نشستن یعنی این شالاتان ها، این دوست ها، این جانی ها، این قاتلین، اینا امام زمان و امام حسین و علی و نمیدونم پیامبر و قرآن همه اینا رو به بازی گرفتن. اینا همون کسانی هستن که بسیاری از همین اصلاحات شیاممون
آقا مقام رهبری، امام زمانمون مقام رهبری، قرآنمون مقام رهبری، همه چیز ما اینه و به بقیه پشت میدن. اینا اون آدم های هست. اما در ظاهر جریان یه کاری میکنن که همه چیزها رو پیچ مورا رو طوری بپیچونن که بگن اصلا 12 امام و خود پیغمبر و قرآن و اینا برای این درست شده و شیعه، که آقای علی خامنه ای رئیس روزخانه در این مقام قرار بگیره از زمان تولد که میگه یا علی تا زمان مرگ شد که چه خبر خواهد شد معلوم نیست. گوش کنید، میگه که حجت الاسلام سعیدی افسود با حاکمیت صدام، حالا ببینید چه کار کرده بر عراق و حسنی مبارک در مصر، هیچگاه زمینه ظهور آقا امام زمان فراهم نمیشد. وی با اشاره به اینکه خاورمیانه مرکز پشتیبانی ظهور امام زمان است گفت کانون بیداری ها نیز ایران و محور رهبر معظم انقلاب است. ظهور کنه نماینده ولی فقیه در سپاه تاکید کرد این آغاز کار است، تازه اولشه و آمادگی بعدی باید بین المللی باشد. بها شما خیال کردین اینا فقط همین دوره بر خودشون نگاه میکنن؟ ایران، عربستان سعودی، بحرین، نمیدونم سوریه، اینا نه، آمریکا، سوئد، دانمارک، روسیه، همه باید برای ظهور آقا امام زمان بیان طرفدار ولی فقیه بشن. این طوریه، شما خوابی آقا امام زمان نشسته گفته هر موقع آقا علی، آقای خامنه همه دنیا رو گرفت، از بوش و اوباما و نمیدونم پوتین و مدودوف و همه اومدن اسلامو پذیرفتن، اونم نه اسلام معمولی، شیعه رو، اون موقع آماده میشه برای ظهور آقای امام زمان. در چه شرایطی؟ همه بیان پشت آقای علی خامنه ای رئیس روزخانه، نه همینطوری. و سپس ملت‌های آمریکا و اروپا و همچنین بعضی از ملیت‌های خاورمیانه باید بیدار شده باشن. بله سعیدی تغییر و تحولات در شرایط جهانی و ارتباط آن با فراهم آمدن زمینه‌های ظهور اشاره کرد و گفت باید جنبش وال استریت، به به چه دیدی دارن اینا، شک می‌گیره و مردم آمریکا و همه هواداران دموکراسی به تنگ می‌آمدند، حتی از دموکراسی به تنگ می‌آمدند، می‌آمدند زیر قبای آقا و ملل جهان از سازمان ملل مایوس می‌شدند. همچنین شرایط خاورمیانه باید متحول می‌شد. شرایط خاورمیانه به هیچ عنوان برای ظهور آقا امام زمان مناسب نبود و این تحولات باید اتفاق میافتاد. خوشتون اومد؟ اما همه اینا باید بود، اما سوریه باید سر جاش میمونده. 18,000 نفر هم کشته میشدن آقا امام زمان گفته اب نداره. اما اگر مثلا در لیبی 2,000 نفر کشته شد آقا امام زمان میگه نباید اینطوری باشه. در مصر 10,000 نفر کشته، 5,000 نفر نباید باشه. فقط در سوریه است که آقا امام زمان گفته بکشید هر چی دلتون بخواد. اما وی افسود بار اصلی زمین سازی ظهور آقا امام زمان بر دوش رهبری است، یعنی آقای خامنه‌ای، و ملت جمهوری اسلامی ایران است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست، یکی از ابزارهای زمین ساز ظهور آقا امام زمان است. ببینید چه جوری رندی آخوندی رو خوشتون میاد، طوری مقدمات رو جور میکنه که همه اینا رو بچسبونه به هم دیگه و بگه اگر این کارا اتفاق میفته آقا ظهور میکنه، وگرنه نمیاد، بعدم بترسونه. وی تاکید کرد در زمینه آماده سازی نیروی انسانی بسیج ایفای نقش میکنه. بله همین، یعنی سردار نقدی یکی از فرماندهان آقا امام زمانه. ظهور امام زمان نیاز به 100 میلیون پاسدار و بسیجی جان بر کف دارد و نقشی که امروز فرماندهی سپاه و نمایندگی ولی فقیه در سپاه دارد نیست آمادگی قبلی و زمین سازی بین المللی و منطقه است. آخونده میبینی میگه سپاه رول خیلی مهمی داره و نماینده آقا در سپاه، یعنی خودشو میگه، میگه اینا زمین ساز ظهور آقان. بعد برای این که نیست یقشو نگیرن بگن که آقا پا چرا نمیاد، همین کار فراهمه که، میگه ها باید 100 میلیون پاسدار و بسیجی آماده باشن تا آقا بیاد. آقا همطوری که نمیاد که. وی خاطر نشاد کرد ملت ایران باید بداند که پرچم ظهور حضرت مهدی بر دوش آنهاست. ببین چه افتخاری به ملت داره میده. و در این راه باید استقامت داشته باشن، یعنی مرغ نیست به درک، گوش نیست به درک،
هیچی نیست، استقامت. مگه نمیخوان آقا امام زمان بیاد؟ خب بعد همه این یه مش بزنی رو شکمتون، بزنی تو سر بچه‌هاتون، بگین آقا خفه. آخ هم نباید بگین. بذارین آقایون بالا دزدی کنن تا آقا امام زمان بیاد. حالا ببینید چه داستانی سر هم کرده ایشون. میگه که به افسود مقطع اول عصر حاکمیت فرعون بوده، مقطع دوم عصر بنی عباس بوده و مقطع سوم عصر ماست و به نظر میرسد خداوند اراده کرده جهان را به قدوم حضرت مهدی منور فرماید و زمینه ظهور آن حضرت را فراهم کند. اما قدرت‌های استکباری و همه دشمنان در صدر جلوی اراده ذات باری تعالی را بگیرن، نمیذارن استکبار دیگه. آقا میخواد بیاد، خداوند میگه برو، اما این استکبار نمیذاره، جلو فرمان خدا رو میگیره. حالا گوش کن. سعیدی ادامه داد، یکی از اهداف حضور آمریکا در عراق مقابله با پدیده مهدویت بود و در این خصوص یکی از روحانیون عالی قدر عراق، از همین چاخان هم از خودشون آیت الگنده ها، در جلسه ای که به ایران آمده بود اظهار داشت ما مشغول مبارزه بودیم که آمریکایی ها ما را دستگیر کردن و به زندان بردن. در این مدت 4 نفر به کرات با ما صحبت میکردن. یک نفر کتاب یوم الخالص را میخوان، یوم الخلاص را میخوان، یک نفر مینوشت، یک نفر سوال میکرد و یک نفر هم ناظر بود. ببینید برای اینکه صحنه رو درست کنن چه میزانسنی دادن. وی تأکید کرد آن روحانی میگفت سوالهایی که میکردن به این صورت بود، میپرسیدن کتاب یوم الخاص را خوانده ای؟ مهدی را میشناسی؟ علمایی که به نیابت از مردم پول میگیرن چگونه پول را به آقا مهدی میرسانن؟ در این کتاب نوشته مهدی از مکه به اینجا میآید، چگونه میآید؟ در این کتاب نوشته مهدی در کنار کعبه سخن میگوید و تمام مردم سخنان او را میشنوند، چگونه در آن زمان به این علم آگاه بودند؟ اگر مهدی را ببینی میشناسی؟ چقدر پول میگیری او را به ما معرفی کنی؟ 313 بار مهدی چه کس، 313 یار مهدی چه کسانی هستند؟ نام آنها را بنویس. سفیانی کیست؟ مهدی چگونه همراه او میآید؟ و بسیاری دیگر از این دست سوال ها. و این عالم میگفت آنها آدرس مهدی اجل الله تعالی بهرجه را میخواستند تا او را از بین ببرند. آمریکایی‌ها آمده بودند اینا را گرفته بودند آدرس آقا امام زمانی بگیرند تا آقا امام زمان را بکشه. نماینده ولی فقیه در سپاه خاطر نشان کرد، حالا همینا رو گفت، اراده خدا در یک طرف و اراده بندگان عصیانگر در طرف دیگر برای مقابله با مهدویت است. در عصر ما اتحاد زمینه برای ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه نیاز به اسباب و وسائل کار دارد که بسیار متفاوت و گسترد است و برای این کار همه باید به گرد ولایت فقیه جمع شوند. کشتون اومد. یعنی همیانان گرامی، این ابله ها، این دروغوها، این شارلاتان ها، این جانی ها و ددمنش ها، حتی امام زمان، امام حسین، پیغمبر، علی، قرآن، همه رو وسیله قرار دادن برای اینکه به عمر نکبتبار خودشون ادامه بدن. ببینید چه مسخره بازی در آوردن. تو رو به خدا این حرفای اراجیف این مردک رو گوش کردی؟ اونم در چه کشوری؟ در کشوری که یه جانی بالفطره که تحت نظارت مقام معظم روزخان بزرگ از یه آدم بیسواد که در یکی از دیهات‌های یزد شروع کرده به جنایت کردن، دیدن چون جنایتکاران اینا سریع جذب میکنن. مثلا آقای نقدی در نقده با پدرش در رفته از عراق، پدرش شمفروش بوده، اومده نقده، به همین دلیل میگن نقدی، فامیلی شمفروشه، آمده دیده که برای ترقی و پیشرفت در جمهوری اسلامی باید جنایت بکنه، شروع کرده، رفته جزء سپاه، شروع کرده آدم کشی از کردا، از این مردم محروم هموطنان کرد ما شروع کرده آدم کشی تا آذری ها.
هر جا دستش رسیده آدم کشته. مثل برق به گوش این ور رسیده که آقا کجا نشستین که بی خبر یه آدمه از اون ور در رفته که پرونده هم داره، معلوم شده جز نفوذی‌ها بوده، بعدن گفتن نه ایشون آمده همینطور مثل آب خوردن آدم میکشه. این جون میده برای ما. تمام این آدمایی که اینا جمع کردن این دورا، همین آقای موشایی، همین احمدی نژاد، همین دار و دسته که دوره برای احمدی اینا تیر خلاص بزن، شکنجهگر آقای موشایی در رامسر اونجا که متولد شده شکنجهگر بوده، بعد اینا رفتن در آذربایجان، بعد شروع کردن اونجا جنایت کردن، بعد رفتن کردستان، بعد در مأموریت های خارج از کشور احمدی نژاد به عنوان تیم بپا رفته در بیان، قاسملو رو که میکشتن ایشون تیم بپا بوده. اینا همه پرونده دارن، اینا همشون همیهنان گرامی. این دوره ها رو در گذشته اینطوری بود، در همه جای دنیا مرسومه. شما برای اینکه به مقام بالا برسید باید تحصیل کنید، شما باید زحمت بکشید، درس بخونید، نمیدونم دود چراغ بقول ما بخورید تا بتونید بیایید بالا. اما در این رژیم منحوس جمهوری اسلامی شما باید جانی باشین، جنایتکار باشین، دزد باشین، ددمنش باشین، آدم کش باشین تا بیاین بالا. نگاه کنید دور بر اینا رو نگاه کنید، اینا فقط و فقط نوکر قدرتن. امروز گزارش بود از چیز، از سوریه، یکی از ارشدترین سفرهای سوریه در انگلیس خودشو معرفی کرد. تا به حال یعنی از روز جمعه تا همین الان که با شما صحبت میکنم 200 نفر از جنرال ها، سرهنگا، گویندگان تلویزیون، گویندگان رادیو از اسد بریدن جز مخالفین دارن. اما حالا یه خبر دید، به وارتان گفتم، خواهش کردم اینایی که اعتقاد دارن تمام زمینه ها برای ظهور آقا امام زمان داره فراهم میشه، امروز پلیس هند بعد از ماها جستجو اعلام کرده که جنایتی که در هند صورت گرفت و قرار بود سفیر، زن سفیر اسرائیل رو در اون مملکت ترور بکنن، این تیمی بوده که از طرف سپاه پاسداران ایران به هند فرستاده شد. خب عمیانان گرامی، یه گزارش دیگه هم هست که من در زمان خودش فراموش کردم چون خبرها زیاد بود، و اون جریان صدور حکم اعدام برای 4 نفر متهم پرونده همین بانک صادرات و این پولهایی بود که 3.5 میلیارد دلار بالا کشتن. اینم بی بی سی صبح پخش کرد، بسیار گزارش جالبیه، اینم توجه بکنید بهش تا من بپردازم به بحث. مصاحبه امروز مقام معظم دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه حضرت آیت الله محسنی اژه‌ای، گوش کنید. عمیانان گرامی، شنیدید که گزارش‌های مربوط به اختلاس و دزدی و حالا گزارش خیلی زیاده، من متأسفانه زیاد فرصت ندارم، میخوام به مسئله سوریه هم بپردازم. آقای ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه، میدونید که روز یک شنبه بعد از ظهر وارد تهران شد و با مقامات دولت مردان جمهوری اسلامی از جمله آقای سعید جلیلی وزیر خارجه، آقای صالحی و بقیه ملاقات کرده و فردا فکر میکنم تهران رو ترک کنه. آقای صالحی وزیر محترم امور خارجه در سخنرانی که کردن گفتن اینجا منزل دوم آقای ولید معلمه. راست هم میگن، فرق میکنه برشون، خانه ایشونه دیگه، چون مرتب از پول مردم مظلوم ایران باید به سوریه پول بپردازن تو کشتار کنن در اونجا. میدونید که در سوریه الان شهر حلب که بعد از دمشق پر جمعیت ترین شهر سوریه است در دست این مخالفین اسد قرار گرفته و دولت سوریه و ارتش این کشور سعی میکنن به هر قیمتی که شده این شهر رو از وجود به اصطلاح مخالفین پاک بکنن. آقای ولید معلم گفته ما با یه عده تروریست طرفیم، تروریستایی که از مرز سوریه و عراق و اینا میان و حقیقت هم هست اینطوری، اما مسئله اینه که در برابر این تروریستا یه تروریست دولت مرکزی، اونم مثل حافظ، مثل بشار اسد وجود داره. هر دو طرف دست به جنایت زدن و این وسط مردم بیچاره مظلوم سوریه هدف تیراندازی ها و دشمنی های دو طرف هستن. ولی در این حال چون همه متوجه شدن که بوی الرحمن رژیم سوریه در اومده،
مرتب ژنرال ها، وزرا، نمیدونم اعضای کادر دیپلماتیک همه در میرن، فرار میکنن. این سرنوشت معدوم همه رژیم های استبدادی و دیکتاتوری. یک گزارشی هست از بی بی سی باز در مورد حلب و جنگی که بین دو طرف چه از هوا چه از زمین در جریان برای اینکه شهر حلب رو از طرف قوای دولتی پاک بکنن از مخالفین، و مخالفین هم درست میگن اینجا مثل بنغازی در لیبی میمونه که این یک پایگاهیه برای اینکه ما شهرهای دیگر رو بگیریم، همونطور که به شهر دمشق حمله کرد، و این از نظر حیثیت برای دو طرف خیلی مهمه. در صورت اوضاع در سوریه بسیار وخیم. همینان گرام عده زیادی از مردم سوریه همونطور که در گزارش شنیدید نه طرفدار بشار اسد هستن نه طرفدار این القاعده و سلفی ها و جانیایی که این ور بر خوردن و مردم رو به گلوله می‌بندن. همونطوری که اونا گفتن مردم سوریه متاسفانه بین دو تا سنگ آسیا گیر کردن، نه آیندهشون روشنه و نه گذشتهشون روشن بود. یک دو حکومت جانی مثل حافظ اسد و بعد پسرش بشار اسد و یه حکومت که در آینده معلوم نیست که چه بلای سری ملت خواهد آورد، از جمله سلفی ها و القاعده ها که از تمام کشورها جمع شدن، از لیبی، از مصر، از چچن، از همه این کشورها رو ریختن تو سوریه برای اینکه این مملکت رو نابود بکنن، و میبینید که تقریبا نابودم شده. بسیار سپاسگزارم همینان گرامی که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.